بسم الله الرحمن الرحيم. يوم غلب القلوب والأبصار، يوم دبر الليل والنهار، يوم حول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. عيد نوروز رو تبریک عرض میکنم به یکایک آحاد ملت ایران، مخصوصا خانواده های معزز شهیدان، جانبازان، ایثارگران، خدمتگزاران به زندگی مردم و همچنین به دیگر ملت هایی که نوروز رو گرامی می دارند و به اون اهمیت می دند. انشاءالله که بر همه شماها این عید شریف مبارک باشه. امسال بهار طبیعت تقارن پیدا کرده است با بهار معنویت، ماه رمضان. همچنانی که درباره بهار فرمودند که تن مپوشانید از باد بهار، درباره بهار معنویت ماه رمضان هم باید تمسک کنیم به این جمله: الا فتعرضوا لها ان فی ایام دهرکم نفحات، الا فتعرضوا لها. نسیم معنویت در ماه مبارک رمضان شامل حال همه است و خودمون رو باید آماده کنیم، دلهامون رو در معرض این نسیم معنوی و الهی و معطر بگذاریم. من در این صحبت این ساعت یک نگاه کوتاهی به سال 1401 میکنم، یک نگاه گذرایی هم به سالی که اکنون شروع میشه، 1402. سال 401 یک سالی بود سرشار از عوارض گوناگون، چه عوارض اقتصادی، چه عوارض سیاسی، چه عوارض اجتماعی، بعضی شیرین، بعضی هم تلخ، مثل همه سالهای زندگی انسان و در نگاه کلان سالهای ملت ایران، به خصوص بعد از انقلاب اسلامی. به نظر من در سال 1401 مهمترین مسئله‌ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا می‌کنه. اینجا هم در قضیه اقتصاد هم تلخی‌هایی وجود داشت، شیرینی‌هایی هم وجود داشت، هم در بعضی از بخش‌ها که حالا اشاره می‌کنم تلخی بود، هم در بعضی از مواردی که منتهی می‌شود به قضیه اقتصاد شیرینی‌هایی وجود داشت. اینا رو باید با هم دیگه در کنار هم دید و مجموع اینها رو محاسبه کرد. تلخی‌ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخ، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی، که وقتی که قیمت خوراکی ها و مواد اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا میکنه، بیشترین سنگینیش به دهک‌های پایین جامعه میاد، چون اونها در سبد خانوار برای اونها بیشترین سهم رو خوراکی و مواد اصلی و ضروری زندگی داره، لذا فشار بیشتر به اونها میاد، که این خب البته جزء تلخی‌ها بود. و به نظر من در عمده مسائل اقتصادی کشور این نقطه اساسی تر و مهمتری بود که تلخ بود.
کارهای خوبی هم البته انجام گرفته در همین مسئله اقتصاد و سازندگی هایی که به اقتصاد منتهی میشه، که حالا خواهم گفت باید این سازندگی ها دنبال بشه تا به زندگی مردم و معیشت مردم منتهی بشه و ارتباط پیدا کنه. از تولید حمایت شد در طول سال 1401، با اطلاعاتی که من دارم از تولید در کشور حمایت شد، چند هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل راه اندازی شد، شرکت‌های دانش بنیان افزایش پیدا کرد. البته اون مقداری که من سال گذشته مطالبه کردم که افزایش پیدا کنه اون مقدار نشد، اما افزایش قابل توجهی این شرکت‌ها پیدا کرد. ارزش تولیدات این شرکت‌ها هم بالا رفت و مسئله اشتغال یه تکانی خورد، یعنی بیکاری یه درصدی ولو حالا درصد اندکی کم شد و اشتغال مقداری افزایش پیدا کرد، که این چیز مقتنمیه. نمایشگاهی که تولیدگران دولتی و غیر دولتی تشکیل دادند و همچنین اون جلسه‌ای که در حسینیه تولیدگران عمده کشور آمدن اونجا و بعضی صحبت کردن، حقیقتا خرسند کننده بود. قضاوت من در مورد تولید تولیدگران در کشور قضاوت مثبتی است و کار خوبی انجام گرفته. بعضی از شاخص‌های اقتصادی رشد داشت، در بیمه شاخص ما شاخص خوبیه، در سازندگی، در بخش‌های آب، گاز، راه، محیط زیست، در این زمینه‌ها کارهای خوبی انجام گرفته. البته همونطور که اشاره کردم، حالا با تأکید عرض میکنم این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم. کی این کار خواهد انجام گرفت؟ کی اینجور این وضع پیش میاد؟ وقتی ادامه پیدا کنه، وقتی برنامه ریزی های دقیقی پشترش باشه، که انشالله در امسال سال 1402 بایستی این فعالیت ها ادامه پیدا کنه تا منتهی بشه این فعالیت‌های سازنده به رونق زندگی مردم و گشایش سفره مردم، به خصوص طبقات ضعیف. البته این نکته هم باید در نظر باشه، مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های اقتصادی مخصوص ما نیست. امروز خیلی از کشورهای دنیا، شاید بشه گفت همه کشورهای دنیا، یک گرفتاری های اقتصادی ویژه ای دارن. حتی کشورهای ثروتمند، کشورهای دارای اقتصادهای قوی و پیشرفته، و واقعا مشکلات و معضلات زیادی گریبانگیر اونهاست. بعضیش حتی از ما، بعضیشون از این جهت بسیار بدتره. اقتصادهای قوی دچار ورشکستگی بانک ها میشن، که همین اواخر شما خبرش رو شنیدید. البته بعضی ها رو خبرش رو دادن، بعضی رو هم ندادن، که حالا خبرهاش پخش خواهد شد. و ورشکستگی بانک ها هست، بدهکاری های فوق العاده تریلیونی وجود داره در بعضی از کشورها، که اینا خب گرفتاری است، در اونجا هم هست، در اینجا هم هست. اونا هم دارن تلاش میکنن برطرف کنن، ما هم باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، مسئولین بایستی تلاش کنن. من عزم میکنم همه سعی مسئولان دولتی، علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم، یعنی کاری کنیم. هممون وظیفه داریم که انشالله یه سال شیرینی برای مردم باشه، تلخی‌ها کاسته بشه و شیرینی‌ها افزوده بشه و موفقیت ها رو انشالله اضافه کنیم. خب حالا سال 1402، به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاده. یعنی ما مشکل کم نداریم، مشکلات گوناگونی داریم در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی، لیکن
مسئله اصلی و محوری در این سال هم مسئله اقتصاده. یعنی اگر ما بتوانیم انشاءالله مشکلات اقتصادی رو کاهش بدیم و مسئولین انشاءالله همت کنن، دقت کنن، تلاش های مهمی انجام بدن در این زمینه، خیلی از مسائل دیگر کشور هم حل خواهد شد. هم دولت، هم مجلس شورای اسلامی، هم فعالان اقتصادی، هم گروه های مردمی جوان و پر انگیزه که بنده تعدادی از این گروه ها رو میشناسم و به اونها جدن علاقمند هستم، میدونم کارهای خیلی خوبی رو در همین زمینه های اقتصادی انجام میدن. اینا همه باید تلاشاشون متوجه کمک به رفع مشکلات کشور و مشکلات مردم باشه. حالا این رفع مشکلات گاهی با فعالیت های بنیانی اقتصادی است، مثل تولید که یک فعالیت بنیانی است در اقتصاد، یعنی تولید یک کار اساسی است در اقتصاد، یا عرض کنم که کارهای انسانی و اسلامی مثل مواسات و کمک های مردمی و همکاری های مردمی با طبقات ضعیف جامعه. خب من البته تولید رو که گفتیم تکیه کردم روی تولید، در کنار تولید سرمایه گذاری مهمه. این رو هم دولتی های محترم و مکرم توجه کنن، هم بخش خصوصی توجه کنن. ما از لحاظ سرمایه گذاری در دهه 90 خیلی عقب بودیم. سرمایه گذاری یکی از خلاهای مهم کشور ما مسئله سرمایه گذاری است. باید سرمایه گذاری انجام بگیره که این هم کار مهمی است. خب من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزهایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. این شعار سار، یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه. در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم تو که گفتم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن، و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها، همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن. در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن، تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید. توفیقات همه رو از خداوند متعال مسئلت بکنم. سلام و ارادت و عرض اخلاص خودمون رو خدمت روح عالم هستی حضرت بقیت الله ارواح نافدا عرض میکنم، برای روح مطهر امام بزرگوارمون و شهدای عزیزمون از خداوند متعال طلب علو درجات میکنم، و خوشبختی و شادی و نوروزی ملت ایران رو از خداوند متعال مسئلت میکنم. مطالب دیگری هم هست که انشاءالله در سخنرانی عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.